سال 1946 آقای لویی قاد توی یکی از سفرهای تفریحیش متوجه میشه وقتی خانم‌ها لب ساحل مشغول برونزه کردن بدنشون هستن، هر قسمتی از مایاشون رو که میتونن اینطوری تا میزنن تا اینکه سطح بیشتری از بدنشون در معرض نور خورشید قرار بگیره و در نتیجه سطح بیشتری از بدنشون برونزه بشه. چند وقت بعد لویی از همین ایده استفاده میکنه و مایه دو تیکه طراحی میکنه و اسمشون میذاره بیکینی. لویی اسم بیکینی رو برای محصولش انتخاب میکنه به دلیل اینکه چند روز قبل از معرفی محصولش به بازار، یعنی 1 جولای 1946، این اسم خیلی ترند شده بود و همه در موردش شنیده بودن و همه در موردش صحبت میکردن. از کجا؟ بیکینی اسم یه صخره مرجانی در جزیره مارشال آمریکاست که 4th بمب اتم تاریخ با کد نیم ایبل 4-5 روز قبل از معرفی محصول لویی برای تست آزمایش اونجا منفجر شد. و به خاطر همین همه در مورد اسم بیکینی شنیده بودن و همه در موردش صحبت میکردن. حالا در مورد 3 بمب قبل‌تر از ایبل، اولین بمب با اسم گجت که اولین بمب اتم تاریخه در نیو مکزیکو در صحرای جورنال و دل مورتو با کدنیم ترینیتی برای تست آزمایش منفجر شد. با اسم لیتل بوی روی سر مردم هیروشیما در جنگ آمریکا و ژاپن استفاده شد. و 3rd بمب با کدنیم فتمن قرار بود شهر کوکورو ژاپن رو هدف بگیره، ولی به دلیل شرایط آب و هوای نامناسب و ابری بودن آسمون در نهایت شهر ناکازاکی انتخاب میشه و این بمب با خطای 3 کیلومتر روی سر مردم ناکازاکی منفجر میشه. تعداد افرادی که به دلیل انفجار بمب‌های لیتل بوی و فتمن در شهرهای هیروشیما و ناکازاکی کشته شدند بیشتر از 200,000 نفر تخمین زده شده. بعد از این دو تا بمب تا حدود 2 دهه بعد بیشتر از 2,000 بمب اتم دیگه برای تست و آزمایش و بعض وقتا برای به رخ کشیدن قدرت نظامی یک کشور منفجر شد. جدا از قدرت تخریب خیلی بالا و میزان تشعشعات مرگباری که بمب اتم داره، چیزی که این بمب رو خیلی وحشتناک میکنه مقدار جرمی از ماده است که به انرژی تبدیل میشه. یعنی اندازه این بمب شاید خیلی بزرگ به نظر میاد، ولی این انفجار حاصل تبدیل فقط 1 گرم از جرم ماده به انرژی. فقط 1 گرم. جنگ جهانی دوم 1 سپتامبر 1939 با حمله آلمان ها به لهستان آغاز شد. این جنگ حدود 6 سال طول کشید و تقریبا همه کشورهای جهان یه جایی توی این 6 سال به صورت مستقیم یا غیر مستقیم درگیر این جنگ شدن. کشور اصلی توی جنگ جهانی دوم آلمان، ایتالیا، انگلستان، فرانسه، آمریکا، چین، ژاپن و جماهیر شوروی. ارزیابی از میزان تلفات جنگ جهانی دوم متفاوته، ولی گفته شده چیزی در حدود 50 تا 60 میلیون نفر در طی این 6 سال جنگ جون خودشون از دست دادن و کشته شدن. در واقع جنگ جهانی دوم مرگبارترین جنگ تاریخ بشریته، هم از نظر میزان تلفات، هم از نظر میزان ویرانی ها، هم از نظر بحران های مختلف مثل بحران اقتصاد، بحران غذا و حتی بیماری های روحی روانی. از طرف دیگه اتفاقی که در نهایت منجر به پایان جنگ جهانی دوم شد زندگی بشریت رو برای همیشه تغییر داد و این اتفاق ساخت بمب اتم به دست جی رابرت اوپنهایمر است. زمانی که ماری کوری، پیر کوری و آنری بکرل خاصیت رادیواکتیو بودن مواد رو کشف کردن، یعنی همین پدیده‌ای که بعضی از مواد مثل اورانیوم یه سری تشعشعاتی از خودشون منتشر میکنن، فکر میکردن که رادیواکتیو بودن یک پروسه پسیوه، به این معنی که در رادیواکتیو بودن یک ماده انرژی دخیل نیست و اتم‌های بعضی از مواد به دلیل اینکه در هستهشون پروتون و نوترون‌های خیلی زیادی دارن ناپایداره و به همین دلیل کاملا به صورت رندوم تجزیه میشن
و این تشعشعات منتشر میشن. تا 30-40 سال بعد از این کشف، دانشمندان خیلی بزرگی مثل انیشتین و رابرت راتفورد هم معتقد بودن که از انرژی هسته اتم نمیشه استفاده کرد به دلیل اینکه راهی برای کنترلش وجود نداره. تا اینکه کم کم این موضوع مشخص شد که اگر به هسته اتم اورانیوم U235 یه دونه نوترون شلیک کنین، در صورتی که این نوترون انرژی کافی برای برخورد با هسته U235 رو داشته باشه، در لحظه برخورد هسته اتم اورانیوم رو تیکه تیکه میکنه که اصطلاحاً به این پدیده میگیم شکافت هسته‌ای یا نوکلیر فیشن. و وقتی که هسته اتم اورانیوم تیکه تیکه میشه، به دو تا عنصر کوچیک‌تر از خودش به نام باریون و کریپتون تقسیم میشه که هر کدوم از این عنصرها تعداد پروتون و نوترون‌های کمتری در هستهشون نسبت به اورانیوم U235 دارن. حالا در کنار پدیده شکافت هسته‌ای دو تا اتفاق دیگه میفته. اول اینکه موقعی که شکافت هسته اتفاق میفته، سه تا نوترون یا دقیقترش 2/4 نوترون در هر بار شکافت از هسته اورانیوم جدا میشه و این سه تا نوترون آزادانه برای خودشون توی فضا با سرعت خیلی زیاد حرکت میکنن. دوم این که در لحظه شکاف بخش خیلی کمی از جرم هسته به انرژی تبدیل میشه که این انرژی به صورت حرارت و تشعشعات آزاد میشه. میزان انرژی آزاد شده از هسته یه دونه اتم اورانیوم خیلی ناچیزه، در حدی که حداقل 20 برابر از این انرژی رو نیاز داریم تا بتونیم فقط یک دونه شن رو به اندازه ضخامت کاغذ جابجا کنیم. ولی اندازه اتم‌ها خیلی کوچیکه، به این معنی که در 1 کیلوگرم اورانیوم ما بیشتر از 2000 میلیارد اتم داریم. بنابراین اگر هسته همه این اتم ها در یک لحظه وارد پدیده شکافت هسته یا نوکلیر فیشن بشن و هر کدوم از اون هسته همون میزان خیلی کم انرژی رو آزاد کنن، با این تعداد اتم خیلی بیشتر از یه دونه شن رو میشه جابجا کرد. بنابراین برای ساخت بمب اتم نیاز به مقدار کافی از یه ماده‌ای داریم که هسته اتم‌هاش در پدیده شکافت هسته‌ای شرکت کنه. از طرف دیگه باید اندازه این ماده به قدری باشه که مطمئن باشیم وقتی هسته یکی از اتم‌هاش تیکه تیکه شد و تعداد نوترون ازش آزاد شد، حتما اون نوترون رو با هسته اتم‌های مجاورش برخورد کنه، به طوری که یک زنجیره‌ای از شکافت هسته‌ای تشکیل بشه که اصطلاحاً به این پدیده میگیم نوکلیر چین ریاکشن یا واکنش زنجیره‌ای هسته‌ای. و به مقدار جرم مورد نیاز برای ایجاد این زنجیره شکاف یا چین ریاکشن کریتیکال ماس یا جرم بحرانی میگیم. برای اینکه اتم‌های اورانیوم به صورت نوکلیر چین ریاکشن عمل کنن، باید 52 کیلوگرم از این ماده رو در اختیار داشته باشین که اگر این 52 کیلوگرم رو به صورت یک کره در نظر بگیریم برای اورانیوم، قطر این کره برابر 17 سانتی متره. حالا اگر بخوایم از جرم کمتری برای حمل و انفجار این بمب استفاده کنیم، بعد از عنصر سنگین‌تری استفاده کنیم که در هسته اتم‌هاش تعداد پروتون‌ها و نوترون‌های بیشتری نسبت به اورانیوم داره، مثل پلوتونیوم که جرم بحرانی یا کریتیکال ماسش برابر 10 کیلوگرم و اگر به صورت یک کره ساخته بشه، قطر این کره برابر 10 سانتی متره و این کره 10 سانتی متری 10 کیلوگرمی بدون نیاز به هیچ چاشنی خودش به خودی خودش منفجر میشه، به دلیل تعداد واکنش‌های زنجیره‌ای خیلی زیادی که در مدت زمان خیلی کوتاهی داخلش اتفاق می‌افته. ساخت بمب اتم طی جنگ جهانی دوم به دلیل یک اکتشاف علمی بود که کاملاً به صورت اتفاقی همزمان با آغاز جنگ جهانی دوم رخ داد. دانشمندان اصلی این اکتشاف انریکو فرمی، آتو فریش، فریس استراسمن، آتو هان و لیز ماگنر بودند و همشون متوجه شدند که با بمباران کردن هسته اتم نوعی از اورانیوم به کمک نوترون و طبق رابطه انیشتین که همون ای مساوی ام سی 2 هست، میشه میزان انرژی خیلی زیادی تولید کرد. حالا قسمت ترسناک داستان اینجا بود که دو تا از دانشمندان اصلی، آتو هان و فریس استراسمن، موقع این اکتشاف در آلمان حضور داشتن و اونجا زندگی میکردن، دقیقا زمانی که هیتلر در آلمان حکومت میکرد و در شرف شروع جنگ جهانی دوم با حمله به کشورهایی مثل لهستان بود.
دانشمندای دیگه مثل انریکو فرمی، لیس وایتنر یا انیشتین جزء دانشمندان آلمانی بودند که در زمان حکومت هیتلر به دلیل اینکه خودشون یا خانواده‌شون یهودی بودن مجبور به ترک و فرار از آلمان شدند. در نهایت زمانی که لیس وایتنر معمای اصلی پدیده شکافت هسته‌ای رو حل می‌کنه و متوجه انرژی خیلی زیادی میشه که در اثر این پدیده آزاد میشه، تحقیقات خودش رو در 11 فوریه سال 1939 در ساینتیفیک جورنال نیچر چاپ می‌کنه و این مقاله به دست همه دانشمندا در سرتاسر دنیا میرسه. وقتی که دانشمندا این مقاله رو مطالعه میکنن، همشون متوجه میشن که به کمک این پدیده میشه نوعی بمب اتم ساخت. و حدود 6 ماه بعد از چاپ مقاله لیز مایتنر، جنگ جهانی دوم با حمله آلمان به لهستان شروع میشه. بنابراین همه محققان فیزیکدانه که این مقاله رو خونده بودند میدونستن اولین کشوری که به کمک این پدیده به قدرتمندترین سلاح تاریخ دست پیدا کنه، قطعاً برای نتیجه جنگ جهانی دوم تعیین تکلیف میکنه. و همین ترتیب اوپنهایمر به همراه تیمش که حدود 600 هزار نفر متشکل از مهندس و تکنیشن و فیزیکدان و دانشمند بودن، موفق به ساخت این بمب میشه و از این بمب استفاده میکنه. Now I am become death. The destroyer of worlds. از اونجا به بعد کم کم رقابت بر سر این که کی تعداد بمب‌های اتم بیشتری داره و کی بمب‌های اتم قدرتمندتری داره بین کشورها شروع میشه و یه جوری تا امروز هم ادامه پیدا کرده. من ویدیوی اکتشاف پدیده شکافت هسته اورانیوم توسط لیز مایتنر و آتوهاند رو با اسم قصه اتمی توی کانال یوتیوبم قرار دادم که اگر دوست داشتین میتونین برین ببینین. حالا در مورد اوپنهایمر، اوپنهایمر یه جورایی مهمترین فیزیکدانی که تا امروز وجود داشته. با اینکه هیچ وقت موفق به دریافت جایزه نوبل نشد، ولی بیشتر از خیلی از دانشمندانی که برنده جایزه نوبل شدن در دنیا تغییر ایجاد کرد. خیلی از بهترین دانشمندان قرن 20 زیر نظر اوپنهایمر موفق به ساخت بمب اتمی شدند و تاریخ رو برای همیشه عوض کرد. در واقع اوپنهایمر روشی رو ابداع کرد که بشر با اون روش میتونه خودش رو به صورت کامل نابود کنه. داستان شروع فعالیت اوپنهایمر در مورد ساخت بمب اتم به این شکل بود که چند ماه بعد از کشف پدیده شکافت هسته اورانیوم در آگست سال 1939، آقای لیو زیلارد با نوشتن نامه‌ای به روزولت، رئیس جمهور وقت آمریکا، او را از خطر دستیابی آلمان‌ها به بمب هسته‌ای باخبر می‌کند. نامه زیلارد توسط انیشتین که شناخته شده ترین دانشمند اون زمان بود به نشانه تایید محتوای داخل نامه امضا میشه و به دست روزولت میرسه. زیلارد توی نامه‌اش اشاره کرده بود که با توجه به کشف جدید احتمال داره که آلمان‌ها موفق بشن بمب اتم رو بسازن و همچنین در حال حاضر ارتش نازی به منابع اورانیوم دسترسی دارن به دلیل اینکه اخیراً معادن اورانیوم چکسلواکی رو اشغال کردن. چند روز بعد از اینکه نامه به دست روزولت میرسه، آلمان‌ها به لهستان حمله میکنن و جنگ جهانی دوم شروع میشه. زمانی که روزولت از خطرات احتمالی ساخت بمب اتم توسط آلمان‌ها با خبر میشه و میبینه که آلمان‌ها به لهستان حمله کردن، دستور میده کمیته‌ای رو تشکیل بدن تا توی اون کمیته موضوعاتی که مربوط به ساخت بمب اتم و اورانیوم بود بررسی بشه و کلا بیان ببینن که چقدر این موضوع میتونه جدی باشه. ولی تا حدود 2 سال توی این کمیته هیچ اتفاق خاصی نمیفته. 2 سال بعد در سال 1941 که ژاپن به آمریکا در پر هاربر حمله میکنه، هیتلر هم بر علیه آمریکا اعلام جنگ میکنه. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan.
حالا آمریکا وارد دو تا جنگ میشه، یکیش توی اروپا با آلمان ها و یکیش هم با ژاپن توی پر هاربر. اینجا دیگه بحث دسترسی به بمب اتم برای روزولت مهم میشه. روزولت اسم کمیته اورانیوم رو به اسوان تغییر میده، به این معنی که این کمیته موظف مستقیما به کاخ سفید گزارش بده و اوپنهایمر توی این کمیته با سمت کوردینیتور آف رپید راپچر استخدام میشه، به این معنی که ایشون مسئول برگزاری سمینارهای مخفی بودن که توی اون سمینار در مورد ایده ساخت بمب و خطراتی که بمب داره و مدل طراحی صحبت میشه. اینجا بود که منهتن پراجکت در آگست سال 1941 راه اندازی شد. حالا چرا اسمش شد منهتن؟ به دلیل اینکه ساختمان مرکزی تحقیقات علمی دولت در طبقه 18 همه این ساختمان در منهتن قرار داشت و این اسم روش گذاشته بودن تا اینکه موضوع اصلی پروژه که در مورد بمب اتم هست لو نره. و وقتی که میگفتن منهتن پراجکت به این معنی بود که موضوعاتی که داره در اون ساختمان در منهتن اتفاق میفته. چند وقت بعد مدیر کل این پروژه یک مهندس ارتش به نام لزلی ریچارد گروفز میشه. وقتی مدیریت پروژه منهتن و ساخت بمب اتم به لزلی اطلاع داده میشه، خیلی براش پروژه ناامید کننده ای بود. گروفز مدیر پروژه‌های بزرگی مثل ساخت پنتاگون بود، اما ساختن یه بمب خیالی که اصلا وجود نداشت با ذراتی که حتی قابل دیدن نبودن براش مثل یه پروژه سرکاری بدون موفقیت بود. ولی خب مجبور بود که این پروژه رو قبول کنه. I was responsible for the development of the atomic bomb. وقتی که گروز شروع به کار میکنه، حدود 1000 تن اورانیوم از کانادا و بلژیک وارد آمریکا میکنه. بعد از اینکه گروز منابع مورد نیاز اورانیوم برای ساخت بمب اتم رو تامین میکنه، حالا نیاز به یه سری محقق و دانشمند فیزیکدان داشت و بتونن براش بمب رو طراحی کنن و بسازن. به همین ترتیب شروع به مصاحبه و ملاقات کلی دانشمند و محقق توی دانشگاه‌های مختلف مثل بیکلی و کالیفرنیا و شیکاگو میکنه. و بعد از کلی تحقیق و ملاقات دانشمندان و محققان مختلف، برخلاف تصور همه، جی رابرت اوپنهایمر، استاد فیزیک دانشگاه بیکلی کالیفرنیا که توی کمیته اسوان هم حضور داشت، برای این پروژه انتخاب میکنه. گروفز سمت ساینس دایرکتور رو برای اوپنهایمر در نظر میگیره. بنابراین اوپنهایمر چیف آرکیتکت آف دی اتمیک بام یا مدیر اصلی ساخت بمب میشه. همکاران گروفز با انتخاب اوپنهایمر برای همکاری تو پروژه مخالف بودن، به دلیل اینکه اول اوپنهایمر نسبت به خیلی از دانشمندای اون زمان رزومه علمی ضعیف‌تری داشت و از طرف دیگه برادر و همسر اوپنهایمر جزء حزب کمونیست بودن که ارتش آمریکا اصلا همچین مسئله‌ای رو دوست نداشت. شاید بیشترین چیزی که لزلی گروفز در مورد اوپنهایمر دوست داشت، شیوه بیان و توضیح مسائل فیزیکی بود و با اینکه گروفز آدم زرنگ و باهوشی بود، ولی سوادی در زمینه فیزیک نداشت. بنابراین وقتی که اوپنهایمر می‌خواست یه مسئله فیزیکی رو بهش توضیح بده، خیلی با احترام باهاش صحبت می‌کرد و گروفز رو دست نمی‌انداخت، از بالا باهاش صحبت نمی‌کرد. همزمان در اروپا ورنر هایزنبرگ که فقط 3 سال از اوپنهایمر بزرگتر بود، جزء دانشمندان آلمانی شناخته شده در زمینه فیزیک کوانتوم بود. ورنر هایزنبرگ فیزیکدان مورد علاقه والتر وایت توی سریال بریکینگ بد و در واقع والتر وایت توی سریال بین دراگ دیلرها با اسم هایزنبرگ شناخته میشه. It's not my prescription. Take it. Now. Say my name. Right. سال 1927 ورنر هایزنبرگ و اوپنهایمر به صورت کاملا اتفاقی با همدیگه ملاقات کردند. اوپنهایمر اون زمان از طرفداران پروپاگورس هایزنبرگ در زمینه فیزیک کوانتومی بود و دقیقاً همون سال هایزنبرگ مقاله‌ای در مورد محدودیت پیشبینی رفتار ذرات یا هایزنبرگ آنسرتیتی یا آنسرتیتی پرینسیپل نوشت که بعدها سال 1932 به کمک همون مقاله موفق به دریافت جایزه نوبل شد. هایزنبرگ در اون زمان جز جوان‌ترین فیزیکدانانی بود که موفق شده بود جایزه نوبل دریافت کنه. وقتی که هایزنبرگ و اوپنهایمر سال 1927 با هم دیگه ملاقات کردن، هیچ کدومشون فکر نمی‌کردن که 15 سال بعد قرار سر ساخت مرگبارترین سلاح تاریخ با هم دیگه رقابت کنن. اوپنهایمر برای آمریکا و هایزنبرگ برای نازی‌ها. به دلیل بحران‌های اقتصادی آلمان بعد از جنگ جهانی اول، هایزنبرگ مثل خیلی از جوان‌های دیگه کشورش معتقد بود آلمان باید وضعیت اقتصادی خوبی داشته باشه و به کشوری قدرتمند تبدیل بشه. هایزنبرگ عرق زیادی به کشورش داشت.
از اونجایی که هایزنبرگ نسبت به اوپنهایمر از نظر دانش علمی و شهرت در زمینه فیزیک در مقام خیلی بالاتری قرار داشت، حدود 9 ماه بعد از کشف پدیده شکافت هسته اورانیوم توسط لیز مایتنر در دسامبر سال 1939 پروپوزال ساخت بمب اتم رو به نازی‌ها ارائه میده. So, when can we expect delivery of your first super bomb? The principle is simple. The process is not. و چند ماه بعد پروژه ساخت بمب اتم برای ارتش نازی را شروع و پایگاه ساخت بمب رو در لایپزیگ آلمان رو اندازی میکنه. حدوداً 2 سال زودتر از اوپنهایمر. برگردیم به اوپنهایمر. اوپنهایمر برای طراحی و ساخت بمب نیاز به یک مرکز بزرگ ناشناس داشت تا اینکه اطلاعات سری و موضوعات مهم پروژه به بیرون درس پیدا نکنه. و همین دلیل نیویورک یا منهتن اصلا گزینه مناسبی برای انجام این کار نبود. در نهایت اوپنهایمر لزی گروز رو متقاعد میکنه تا پروژه رو در لس آلاموس در نیو مکزیکو راه بندازه. اوپنهایمر محققان فیزیکدانان خیلی زیادی از دانشگاه‌های مختلف آمریکا برای همکاری در پروژه استخدام میکنه. دولت آمریکا برای اینکه اطلاعات سری و موضوعات مهم پروژه لس آلاموس به بیرون درس پیدا نکنه، تا جایی که تونه سعی کرد که این محیط رو ایزوله کنه. یعنی تمام ورودی‌ها، خروجی‌ها و تمام ترددهای به لس آلاموس کنترل می‌شد. خود دولت به خیلی از افراد هویت جعلی میداد تا اینکه توی لس آلاموس با اسم دیگه‌ای شناخته بشن و بیرون از این محیط قابل شناسایی نباشن. و حتی خیلی از پرسنلی که داخل لس آلاموس در این پروژه داشتن فعالیت می‌کردن، نمی‌دونستن که در نهایت قراره که چه چیزی بسازن. با این حال با وجود همه این تدابیر امنیتی که دولت آمریکا برای لس آلاموس در نظر گرفت، 2 نفر جاسوس شوروی در لس آلاموس در طول انجام پروژه حضور داشتند. آقای کلاس فوکس و آقای تیودور هال. کلاس فوکس یک دانشمند آلمانی بود که سالها قبل به انگلستان پناهنده شده بود و در سال 1944 از سوی انگلستان برای همکاری در پروژه لس آلاموس به آمریکا فرستاده میشه. خود انگلیس هم نمیدونست که کلاس فوکس جاسوس شورویه. تیودور هال یک فیزیکدان آمریکایی بود که فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد بود و هیچ کدام از این 2 نفر نمیدونستن که اون یکی جاسوس شورویه. و در نهایت شوروی موفق شد چند سال بعد از آمریکا اولین بمب اتم خودش رو بسازه و برای تست منفجر کنه، که احتمالا اطلاعاتی که این 2 نفر به شوروی ارسال کرده بودن در طراحی و ساخت بمب تاثیرگذار بوده. یکی از چالش‌هایی که ساخت بمب اتم با هسته اورانیوم داره اینه که فقط 0.7% از اورانیومی که در طبیعت وجود داره از نوع U235 که مناسب ساخت بمب اتمه. زمانی که به هسته اتم U235 یک نوترون شلیک میشه، برای چند لحظه هسته U235 این نوترون رو جذب میکنه و تبدیل میشه به U236. ولی به دلیل اینکه اون یه نوترون به هستش اضافه شده، هسته اتم پایداریشو به سرعت از دست میده و بنابراین به چند تا تیکه تقسیم میشه. و در این تیکه تیکه شدن هسته، 3 تا نوترون از خود هسته جدا میشن و آزادانه توی فضا شروع به حرکت میکنه. بنابراین بیشتر مقدار اورانیومی که از طبیعت استخراج میشه U238 و U238 مثل U235 به این شکل در فرآیند شکافت هسته شرکت نمیکنه. به همین ترتیب بعد از استخراج اورانیوم از طبیعت، باید حتما اتم‌های U235 از بین U238 جدا بشن، که به این فرایند میگیم غنی‌سازی اورانیوم. و در اون زمان مهندسین پروژه منهتن با استفاده از دستگاهی به نام مس اسپکترومتر که خیلی بزرگ بودن، فرایند غنی‌سازی اورانیوم رو انجام میدادن. مشکل این دستگاه‌ها این بود که انقدر فرایندشون کم بود که اتم‌های U235 به معنای واقعی دونه دونه از بین U238 جدا می شدن. و به دلیل کم بودن این روش، بعد از چند سال فقط به اندازه یک بمب اتم می تونستن اورانیوم U235 غنی سازی کنن. و دولت آمریکا به بیشتر از یک بمب برای تست و آزمایش و استفاده احتمالیش توی جنگ نیاز داشت. بنابراین اوپنهایمر باید به دنبال راه دیگه‌ای برای ساخت بمب اتم می گشت.
بنابراین اوپنهایمر بعد از ماده دیگه به جای اورانیوم استفاده میکرد تا اینکه بتونه با سرعت بیشتری بمب رو آماده کنه. تو همون سالها، یعنی سال 1941، گلن سیبورگ که از دانشمندان شیمی آمریکایی بود متوجه میشه که وقتی به هسته اورانیوم U238 یه دونه نوترون شلیک میکنیم، درسته که U238 وارد فرآیند شکافته هسته این نمیشه، ولی به دلیل اینکه این نوترون رو جذب کرده تبدیل به U239 میشه و با جذب این نوترون هستش خیلی ناپایدار میشه. به همین دلیل بعد از مدت خیلی کوتاهی یک پدیده‌ای به نام بتا دیکی داخل هسته اتفاق میفته که یه دونه از نوترون‌های هسته به یک پروتون و یک الکترون تبدیل میشه. به همین ترتیب U238 با دریافت یک نوترون اضافه تبدیل به U239 میشه و در اثر بتا دیکی تبدیل به عنصر دیگه‌ای میشه که بهش میگیم نپتونیوم. نپتونیوم هم باز هستش ناپایداره. به همین دلیل بعد از چند روز دوباره یک بتا دیکی دیگه اتفاق میفته و این بار نپتونیوم تبدیل به یک عنصر دیگه‌ای میشه که اسم اون عنصر پلوتونیومه. حالا پلوتونیوم مثل اورانیوم U235 وارد فرآیند شکافته هسته‌ای میشه. یعنی اوپنهایمر میتونست از پلوتونیوم استفاده کنه و بمب اتمی بسازه که داخلش هستش از پلوتونیوم تشکیل شده. بنابراین اوپنهایمر باید به دنبال یه راهی برای تولید پلوتونیوم بگرده. باز در همون زمان‌ها یه دانشمند دیگه به نام انریکو فرمی که آلمانی بود و چند سال قبلش به دلیل یهودی بودنش مجبور به ترک آلمان و پناهنده شدن توی آمریکا شده بود، زیر استادیوم دانشگاه شیکاگو مشغول به ادامه تحقیقاتش در زمینه فرآیند شکافت هسته‌ای اورانیوم بود. فرمی موفق میشه اولین مدل راکتور آزمایشی رو بسازه که توی اون راکتور میتونید U238 ها رو به پلوتونیوم تبدیل کنه. به همین ترتیب گروفز به کمک پان کورپوریشن با استفاده از روش فرمی شروع به تولید پلوتونیوم برای ساخت بمب اتم میکنه. حالا پلوتونیوم یه مشکل اساسی داشت. بمب اتم با هسته اورانیوم اون زمان با روش گان تایپ دیزاین طراحی و ساخته میشد. به این معنی که داخل بمب دو تا استوانه از جنس اورانیوم قرار می گرفت که با هم دیگه فاصله داشتن. یکی از استوانه توپر بود و یکیشون هم تو خالی بود. و جرم هر کدوم از این استوانه ها به خودی خودش کمتر از جرم بحرانی یا کریتیکال ماس بود. بنابراین هیچ کدوم از استوانه ها به تنهایی وارد نوکلیر چین ریاکشن نمی شدن و انفجار اتفاق نمی افتاد. چند لحظه قبل از انفجار بمب پشت یکی از استوانه ها مقداری چاشنی قرار می دادن که از جنس کوردایت یا نیتروسلولوز بود. وقتی که این چاشنی منفجر میشه، این استوانه رو با سرعت به سمت استوانه دیگه شلیک میکنه. زمانی که این دو تا استوانه در فاصله 25 سانتی متری یکدیگه قرار میگیرن، به قدری تعداد نوترون هایی که دارن آزاد میکنن زیاده و به قدری تعداد برخورد ها با هسته اتم های مختلف زیاد میشه که وارد نوکلیر چین ریاکشن میشه و انقدر تعداد واکنش زیاده که دیگه غیر قابل کنترله که در نهایت منجر به انفجار بمب میشه. در حالی که طراحی این بمب خیلی ساده است، ولی بازدهی خیلی پایینی داره. یعنی فقط مقدار خیلی کمی از این اورانیوم به انرژی تبدیل میشه که البته همونم خودش باعث انفجار مهیبی میشه. از طرف دیگه در حین طراحی ساخت این مدل یه سری مشکلاتی هم به وجود اومد. مثلا یکی از چالش برانگیزترین بحثاش قسمتی بود که وقتی چاشنی پشت یکی از استوانه ها منفجر میشه، به دلیل اینکه روغنکاری داخل مسیری که اون استوانه قراره به سمت استوانه دیگه شلیک بشه خشک میشد، استوانه در حال حرکت داخل لوله گیر میکرد و مجبور بودن از روغن‌های مختلفی استفاده کنن که هیچ کدومشون جواب نمیداد تا در نهایت متوجه شدن بعد از نوعی روغن استفاده کنن که از اسپرم وال گرفته میشه و تونستن این مشکل رو باش حل کنن. همه محققان در مورد این روش برای منفجر کردن بمب با خبر بودن، ولی مشکل اینجا بود که پلوتونیوم مثل اورانیوم عمل نمی‌کنه. یعنی اگر شما دو تا استوانه پلوتونیوم داشته باشین، وقتی که این دو تا رو با سرعت به هم نزدیک کنین، به جای اینکه این دو تا وارد نوکلیر چین ریاکشن بشن و انفجار صورت بگیره، خرد میشن و ذوب میشن. از طرف دیگه اوپنهایمر میدونست که هایزنبرگ دو سال زودتر از اون شروع به طراحی ساخت بمب کرده و بعد از مدتی بهش خبری میرسه که هایزنبرگ توی آزمایشاتش اشتباهی کرده که باعث شده آزمایشگاهش آتیش بگیره. Now, go, out.
اوپنهایمر به این نتیجه میرسه که اگر آزمایشگاه هایزنبرگ آتیش گرفته، احتمالاً به این دلیل بوده که هایزنبرگ موفق شده مقدار کافی اورانیوم غنی سازی کنه و با اون آزمایشی رو انجام داده که توی آزمایشش حالا اشتباهی رخ داده و آزمایشگاهش آتیش گرفته. بنابراین اوپنهایمر نیاز داشت هر طور که شده از پلوتونیوم استفاده کنه تا اینکه بتونه توی ساخت بمب اتم از هایزنبرگ جلو بزنه. بنابراین اوپنهایمر نیاز به یک طراحی جدید برای ساخت بمب اتم با هسته پلوتونیوم داشت که به جای اینکه ذوب بشه مثل اورانیوم منفجر بشه. چند سال قبل از شروع جنگ جهانی دوم، زمانی که اوپنهایمر فقط 21 سالش بود، وقتی برای اولین بار مبحث فیزیک کوانتوم رو مطالعه میکنه، خیلی به این زمینه علاقه‌مند میشه. بعدها وقتی که وارد دانشگاه گاتینگن میشه، مطالعات خودش رو در زمینه بلک هول یا سیاه‌چاله، استروفیزیک، فیزیک هسته‌ای و فیزیک کوانتوم ادامه میده و موضوع پایان نامه دکتراش هم در مورد کوانتوم تئوری اف کانتینیوس اسپکترا بود. از همون زمان اوپنهایمر میدونه ستاره ها به دلیل نیروی جاذبه خیلی زیادی که دارن در نهایت داخل خودشون متلاشی میشن و به صورت سوپرنوا منفجر میشن و تبدیل به سیاه‌چاله یا بلک هول میشن و از همین موضوع به نتیجه میرسه که اگر من پلوتونیومی که جرمش کمتر از جرم بحرانی یا کریتیکال ماس، یعنی کمتر از 10 کیلوگرم مثلا 6 کیلوگرمه، بیام از اطراف فشارش بدم، فشردش کنم به قدری که حجمش کوچیک‌تر بشه، اون موقع جرمش به جرم بحرانی یا کریتیکال ماس میرسه. حالا وقتی که من این پلوتونیوم رو که مثلا 6 کیلوگرمه فشردش میکنم، چون اتمش به نزدیک میشن، جرمش به بیشتر از جرم بحرانی میرسه و حالا انقدر برخورد نوترون رو به هسته اتم‌های مجاور اتفاق میفته که مشابه بمب اتم با هسته اورانیوم به جای اینکه ذوب بشه منفجر میشه. به این مدل انفجار میگیم ایمپلوژن. به این معنی که اگر یک توپ کروی از جنس پلوتونیوم داشته باشیم، دور تا دورش مواد منفجری مثل TNT قرار بدیم تا با منفجر کردن TNT ها هسته اصلی بمب که پلوتونیوم هست رو فشرده کنیم. زمانی که پلوتونیوم فشرده میشه، حالا نیاز به یک منبعی برای آزاد کردن نوترون ها داریم تا اینکه با هسته اتم های پلوتونیوم برخورد کنند. برای این کار در اون زمان از وسیله به نام ارچین استفاده میشد که فقط 7 گرم وزن داشت و در مرکز پلوتونیوم قرار می گرفت. داخل ارچین دو تا عنصر وجود داره، پلونیوم و برلیوم. این دو تا عنصر توسط یک ورقه نازک طلا و نیکل از هم دیگه جدا شدن. زمانی که TNT اطراف پلوتونیوم منفجر میشه، به دلیل فشرده شدن پلوتونیوم در اثر این انفجار، ورقه نازک طلا و نیکل که در وسط ارچین داره پاره میشه. وقتی که این ورقه پاره میشه، برلیوم و پلونیوم با هم دیگه ترکیب میشن. در نتیجه ترکیب این دو تا عنصر با هم دیگه، برلیوم یک سیلی از نوترون ها رو آزاد میکنه که این نوترون ها با هسته اتم های پلوتونیوم برخورد میکنن و در نتیجه واکنش زنجیره شکافت هسته ای آغاز میشه. حالا که اوپنهایمر این معما رو حل کرده بود، تمرکز همه افراد توی لس آلاموس رو میذاره روی طراحی ساخت بمب با هسته پلوتونیوم. اوپنهایمر برای انجام این پروژه یه سری فیزیکدان و محقق جدید وارد لس آلاموس میکنه تا روی قسمت ریاضیات این پروژه کار کنه که یکی از اون محققان کلاس فوکس بوده که بعدا مشخص میشه جاسوس شورویه. اونور تو آلمان به دلیل اینکه هایزنبرگ به دلیل یه خطایی آزمایشگاه خودش رو به آتیش میکشه، توسط ارتش نازی توبیخ میشه. ارتش نازی به دلیل جنگ جهانی که خودش راه اندازی کرده بود دچار مشکل بودجه شده بود. بنابراین ساخت یک بمب خیالی توسط یه شخصی مثل هایزنبرگ که ظاهرا از پس کار برنمی اومد براش توجیه اقتصادی نداشت. از طرف دیگه خود هیتلر هم محققا و دانشمندای مثل هایزنبرگ رو خیلی جدی نمیگرفت که دستش درد نکنه. In my report, I've highlighted the steps I feel we have to take in order to... Your plans have been a complete waste of our time and money. در نهایت تحقیقات هایزنبرگ در مورد طراحی ساخت بمب اتم توسط ارتش نازی توی مدت طولانی قطع میشه و بعد از اون کم کم دوباره ادامه پیدا میکنه. این موضوع همینجور پیش میره تا اینکه سال 1945 آلمان کم کم قدرت جنگ خودش از دست میده، برلین بمبارون میشه، شوروی وارد خاک آلمان میشه و در نهایت آلمان در جنگ جهانی دوم شکست میخوره. در همون زمان هایزنبرگ به همراه تمامی محققانش دستگیر میشن و برای بازجویی به انگلستان فرستاده میشن. جولای همون سال، یعنی سال 1945، اوپنهایمر موفق میشه 3 بمب اتم، یکی با هسته اورانیوم و 2 با هسته پلوتونیوم رو آماده کنه.
اوپنهایمر در مورد عملکرد بمب اتم با هسته اورانیوم مطمئن بود و میدونست که این بمب منفجر میشه. ولی در مورد بمب اتم با هسته پلوتونیوم هیچ کسی مطمئن نبود. بنابراین بعد حتما یه دونه از این بمبا رو تست میکردن. بمب اتم با هسته پلوتونیوم که برای تست انتخاب میشه با نام گجت شناخته میشد. این بمب یه توپ کروی بزرگ به وزن تقریبا 2500 کیلوگرم بود که داخلش پر از مواد منفجره بود و وسط این کره یک بلوک از جنس پلوتونیوم قرار داشت و همه این تشکیلات قرار بود از بالای یک دکل سیمتری منفجر بشه. هیچ کسی مطمئن نبود که این بمب عمل میکنه یا نه. از طرف دیگه هیچ کسی مطمئن نبود که اگر این بمب عمل کنه چقدر خوب عمل میکنه، یعنی قدرت انفجارش تا چه حدی میتونه بزرگ باشه. یکی از نگرانی هایی که موقع تست داشتن این بود که میترسیدن دمای انفجار و فشار انفجار در حدی زیاد باشه که هوای اطرافش وارد یک پدیده‌ای به نام همجوشی هسته یا نوکلیر فیوژن بشن. اگر همچین چیز اتفاق بیفته در اثر فیوز شدن دو تا اتم هیدروژن به هم دیگه مقدار انرژی خیلی زیادی آزاد میشه که اون انرژی میتونه باعث بشه که اتم‌های هیدروژن مجاورش هم دوباره وارد واکنش فیوژن بشن و به همین ترتیب احتمال داشت که یک واکنش زنجیره همجوشی هسته‌ای اتفاق بیفته که در این صورت سطح کل کره زمین مثل یک ستاره مثل خورشید روشن میشد و همه داخلش میسوختن و کره زمین از بین میرفت، که بعدها متوجه شدن به دلیل وجود نیتروژن در هوا همچین چیز امکان پذیر نیست. ولی در لحظه تست بوم هیچ کسی 100% مطمئن نبود. فکر کردم به پدیده فیوژن موقع تست اولین بمب اتم باعث شد خیلی از محققان به این فکر بیفتن که اگر یک واکنش همجوشی هسته یا فیوژن رو با یک واکنش شکافت هسته یا فیشن عملی کنید، اون موقع قدرت انفجار این بمب میتونه خیلی بیشتر از یک بمب اتم معمولی با هسته اورانیوم باشه، که در نهایت ادوارد تلر که یک دانشمند آمریکایی بود موفق به ساخت یک بمب فیشن فیوژن با نام اچ بمب یا هیدروژن بمب شد که قدرت انفجار این بمب بیشتر از 1000 برابر بمب بود که در هیروشیما منفجر شد. هری ترومن که بعد از مرگ روزولت رئیس جمهور آمریکا شده بود دستور داده بود تا تست بمب گجت حتما قبل از کنفرانس پوتسدام انجام بشه، به دلیل اینکه ترومن با چرچیل نخست وزیر انگلستان و استالین رئیس جمهور شوروی در مورد صلح بعد از جنگ جهانی مذاکره داشتن و داشتن قدرتمندترین بمب جهان به ترومن اعتماد به نفس بالایی میداد که توی مذاکرات میتونست ازش استفاده کنه. کنفرانس قرار بود 17 جولای سال 1945 برگزار بشه. به دلیل پیچیدگی‌های زیادی که ساخت بمب داشت، قرار شد که بمب دقیقاً یک روز قبل از برگزاری کنفرانس در 16 جولای برای تست منفجر بشه. به همین ترتیب گجت اولین بمب اتم تاریخ بعد از 3 سال تحقیق توسط حدوداً 600 هزار نفر و 2 میلیارد دلار بودجه در صحرای جورنال و دلموئرتو با کدنیم ترینیتی با 1.5 ساعت تأخیر به دلیل طوفان در ساعت 5:29:21 صبح 16 جولای دقیقاً یک روز قبل از برگزاری کنفرانس پوتسدام منفجر شد. انفجار اولیه باعث فشرده کردن پلوتونیوم شد و ارچین در هسته پلوتونیوم طبق پیشبینی کار کرد. موج انفجار باعث میکس شدن برلیوم و پولونیوم در ارچین شد و سیلی از نوترون‌ها آزاد و فرایند شکافت هسته ای آغاز شد. 6 کیلوگرم پلوتونیوم قدرت انفجاری برابر 25 هزار تن TNT ایجاد کرد. میزان نور و روشنایی انفجار به قدری زیاد بود که کوههای نیومکزیکو روشن‌تر از حالتی شدند که در طول روز دیده میشن. موج انفجار یا شاک وی تا 160 کیلومتر دورتر از نقطه انفجار احساس شد. دود حاصل از انفجار یا ماشروم کلاودز تا ارتفاع 12 کیلومتری در آسمان بالا رفت. دمای انفجار به قدری زیاد بود که شنهای محل انفجار ذوب و به کانیهای شیشه‌ای تبدیل شدند که بعدها معروف به ترینیتایت شدند. 20 روز بعد از تست گجت، 6 آگست 1945، هواپیمای بوئینگ B-29 بمب لیتل بوی
با 64 کیلوگرم هسته اورانیوم غنی شده را در هیروشیما انداخت و قدرت انفجار این بمب برابر 15,000 تن TNT بود که باعث کشته شدن 70,000 نفر شد. 70,000 نفر دیگه یک ماه بعد از انفجار این بمب به دلیل تشعشعات رادیواکتیو و سوختگی جون خودشون از دست دادن. سه روز بعد وقتی که ژاپن با دیدن انفجار بمب اول تو خاک خودش هنوز تسلیم نشده بود، آمریکا دستور استفاده از بمب دوم رو داد. بمب دوم فتمن هسته پلوتونیومی مثل بمب گجت داشت و این بمب در شهر ناکازاکی منفجر شد که باعث کشته شدن بیشتر از 80,000 نفر شد. از 220,000 نفر جمعیتی که در شهرهای هیروشیما و ناکازاکی به دلیل انفجار بمب‌های لیتل بوی و فتمن کشته شدند، 95% خانم و بچه بود. ژاپن بعد از انفجار دوم تسلیم میشه و جنگ جهانی تمام میشه. Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. بعد از پایان جنگ جهانی دوم، اوپنهایمر تبدیل به یک قهرمان بین‌المللی میشه. عکس اوپنهایمر روی کاور مجله تایم چاپ میشه. دو سال بعد، سال 1947، اوپنهایمر رئیس مطالعات پیشرفته دانشگاه پرینستون و رئیس هیئت مدیره جنرال ادوایزری کمیتی میشه که در مورد سلاح‌های هسته‌ای و مشکلات ساختشون به دولت آمریکا مشاوره میداد. ولی این وضعیت خیلی دووم نیومد. اون سمت توی انگلستان بعد از پایان جنگ جهانی دوم هایزنبرگ آزاد میشه و به آلمان برمیگرده. وقتی هایزنبرگ آزاد میشه و به آلمان میاد، ادعا میکنه که از قصد آزمایشگاهش رو به آتیش کشیده تا اینکه مانع دستیابی هیتلر به بمب اتم بشه. از اونجایی که اون زمان تکنولوژی ماهواره‌ای وجود نداشت و آمریکا در آلمان در آزمایشگاه هایزنبرگ جاسوسی نداشت، هیچ کسی نمیدونه که آیا واقعا هایزنبرگ از قصد آزمایشگاهش رو به آتیش کشته تا مانع دستیابی ارتش نازی به بمب اتم بشه، یا اینکه چون نتونسته بمب اتم رو بسازه اینجوری بیان کرده. در نهایت به خاطر همین ادعای هایزنبرگ، او تبدیل به چهره بین‌المللی علم صلح‌آمیز در کل دنیا میشه و همیشه با این نام شناخته میشه. واقعاً هر چیزی که بوده، اگر هایزنبرگ موفق میشد زودتر از آمریکا بمب اتم رو بسازه، احتمالاً الان هممون یه جوری دیگه ای زندگی میکردیم. اون طرف توی آمریکا، اوپنهایمر معروف پدر اتمی جهان میشه. هدف اوپنهایمر از طراحی و ساخت بمب اتم دستیابی به یک موفقیت علمی بزرگ و از اون مهمتر جلوگیری از پیشروی آلمان‌ها در ویران کردن دنیا بود. اوپنهایمر نمیدونست اگه اولین کشوری که به بمب اتم دسترسی پیدا میکنه آمریکا باشه، چه عواقبی برای بقیه دنیا داره. ولی مطمئن بود اگه اولین کشوری که بمب رو میسازه آلمان باشه و دست هیتلر باشه، عواقب خیلی بدی برای همه کشورهای دیگه توی دنیا داره. بعد از اینکه اوپنهایمر عکسای پس از انفجار هیروشیما و ناکازاکی رو میبینه، به شدت تحت تاثیر قرار میگیره و به شدت تخریب روحی میشه و در نهایت اوپنهایمر تبدیل به نقطه مقابل هایزنبرگ میشه، یعنی پدر بمب اتمی، نابودگر دنیا. پس اوپنهایمر با استفاده از قدرت و سمتش در سازمان مطالعات پیشرفته پرینستون شروع به مخالفت و جلوگیری از ساخت و استفاده سلاح‌های هسته‌ای بیشتر میکنه. ولی همه چیز در آگست سال 1949 تغییر میکنه، زمانی که شوروی برای اولین بار اولین بمب اتم خودش رو تست میکنه و آمریکا شوکه میشه، چون آمریکا متوجه میشه که خب الان شوروی هم بمب اتم داره و دیگه من قدرت نظامی اول جهان نیستم. بنابراین آمریکا تصمیم به ساخت بمب قدرتمندتری میگیره که بعدا معروف به هیدروژن بمب یا The Super میشه. اوپنهایمر به دلیل تجربیات تلخی که از هیروشیما و ناکازاکی داشت، به شدت مخالف ساخت این بمب به دلیل مسائل اخلاقی و انسانی بود و میدونست که ساخت این بمب باعث شروع رقابت سر اینکه قدرت بمب من بیشتره بین کشورهای مختلف میشه. ولی رئیس جمهور اون زمان آمریکا ترومن و تیمش به حرفای اوپنهایمر اهمیتی ندادن و بعد از 3 سال آمریکا موفق شد اولین هیدروژن بمب خودش رو با نام آی وی مایک بسازه و اون رو در مارشال آیلند تست کنه. قدرت آی وی مایک بیشتر از 10 میلیون تن TNT بود، یعنی بیشتر از 400 برابر بمب گجت که در ترینیتی تست شد.
ایده ساخت این بمب همون نگرانیه که موقع تست بمب گجت در ترینیتی داشتن، یعنی شروع یک واکنش همجوشی هسته‌ای به کمک یک واکنش شکافت هسته‌ای، به این صورت که اول یک ایمپلوژن ساده باشه که باعث شروع واکنش زنجیره شکافت هسته‌ای بشه و این واکنش باعث همجوشی دتریوم و تریتیوم با هم بشه که در نتیجه مقدار خیلی زیادی انرژی آزاد میشه و به همین ترتیب رقابت بین آمریکا و شوروی سر اینکه بمب اتم کدوم اون قدرتمندتره شروع میشه، تا اینکه سال 1961 شوروی بمب تسار رو میسازه. تسار قوی ترین بمب اتمیه که در تاریخ تا حالا تست شده. قدرت تسار 5 برابر آی وی مایک یا 2000 برابر بمب گجت در ترینیتیه. The atom has come to town. Atomic power was given by the mighty hand of God. Atomic power. وقتی اوپنهایمر دید چیزی که ازش میترسید داره اتفاق میفته، شروع به جنگیدن و مخالفت با دولت آمریکا میکنه و این مسیر رو تا حدی پیش میبره که دولت آمریکا در نهایت بهش مشکوک میشه و بهش اتهام خیانت وارد میشه. اوپنهایمر چندین سال قبل از شروع منهتن پراجکت با جین تتلاک که یک پزشک بود و عضو کمیته کمونیستی آمریکا بود رابطه نامشروع داشت و دولت آمریکا از همین موضوع برای بازجویی و اتهام اوپنهایمر استفاده کرد. حین بازجویی مدارک ارائه میشه که نشون میده اوپنهایمر در طول همکاریش در منهتن پراجکت در لس آلاموس وقتی که داشته روی طراحی ساخت بمب اتم کار میکرده با جین در ارتباط بوده و به همین دلیل دولت آمریکا اتهام خیانت و جاسوسی شوروی رو به اوپنهایمر میزنه. اوپنهایمر در دسامبر سال 1953 از سمت خودش برکنار میشه و این بار عکسش به صورت سیاه‌سفید توی کاور مجله تایم چاپ میشه و خبرش در سرتاسر دنیا پخش میشه. اوپنهایمر معتقد بود روزی که ترینیتی تست انجام شد، آمریکا باید با شوروی در مورد تعهد در قبال عدم ساخت بمب بیشتر وارد مذاکره میشد. در نهایت جی رابرت اوپنهایمر در 18 فوریه سال 1967 در سن 62 سالگی به دلیل مبتلا شدن به سرطان حنجره فوت میکنه. پیشرفت در زمینه علمی برای بشر شرایطی رو فراهم کرده تا باش بتونه یک موقعیتی رو بهتر یا بدتر کنه. یکی از نمونه هاش همین کشف پدیده شکافت هسته ای اتمه که ما هم میتونیم باهاش نیروگاه هسته ای بسازیم تا باش تولید انرژی کنیم، هم میتونیم باش بمب اتم بسازیم و برای کشتن مردم های دیگه ازش استفاده کنیم. یک نمونه دیگه‌اش تکنولوژی AI که در سالهای اخیر خیلی پیشرفت کرد و خیلی میتونه توی زندگی ما مفید باشه. ولی شاید یک روز یه شخصی مثل اوپنهایمر کاری با تکنولوژی AI کنه که در نهایت منجر به این بشه که یک امکانی رو به یک دولتی بده که اون دولت باز برای همیشه زندگی بشر رو تغییر بده. اگه از این مدل مطالب خوشتون میاد کانال منو سابسکرایب کنید. خدافظ.